همکارم علی حسین قاضی اینجاست برای اینکه بیشتر بپردازیم همین اظهار نظرها و این اتفاقات بعد از اینکه عراقشی گفته بود که این توافق قابل احیا نیست حالا گروسی گفته که اگر برجامی در کار باشه نیاز به اصلاحات بسیار مهمی هست در اون آیا اینها رو میشه اینطور برداشت کرد که یک توافق جدیدی با ایران در راه ببینید نکته که عراقچی اشاره کرد نقطه درستی هست حالا شاید برخی از مقامات ها نمی گفتنش ولی عراقچی بیانش کرد بخش های مهمی از برجام دیگه قابلیت اجرا ندارن بخشی از اونها زماندار بودن زمانشون گذشته و اساسا اگر بخوام برگردم به اون توافق باید اساسا اون محدودیت ها رو بردارن بخش های دیگری محدودیت های ایجاد میکرد بر فعالیت هسته جمهوری اسلامی که الان رد کرده اون مرزها رو و این دیگه قابل برگشت نیست مثلا نباید وقت سازی فرض کنید 60 انجام میده حالا داده این تکنولوژی رو دیگه الان داره اینه که اساسا اون توافق قابلیت اجرا نداره و همه میدونن که رسیدن به اون توافق دیگه میسر نیست اینکه توافق جدیدی در راه باشه یکی از دلایل شکست برجام این بود که این توافق جامع نبود یعنی فقط متمرکز برنامه رامه ای بود شامل بحث موشکی و حضور منطقی و دیگر مناقشه ایران و نمیشد به همین خاطر در نهایت یک جای شکست یعنی عملا جمهوری اسلامی از یک جا اساس امنیت کرد و حس کرد که دیگه به خاطر توافق و برجام هیچ تحریمی رو آمریکا نمیتونه علیه اونها اعمال بکنه به راحتی رو حوزه های دیگر نبرد و توسعه داد و عملا به اینجا رسید که اون توافق هم از بین رفت من فکر می کنم که رسیدن دوباره به توافق و جامع حداقل در امسال بسیار بسیار نشدنی هست به خاطر اینکه الان دیگه راهبرد سیاسی سیاست خارج مسئول کلا تغییر کرده یعنی از اون موقع شاید تعامل با غرب در سطح قابل تصور بود الان چه راهبردی سمت روسیه و چین رفته بحث کمک نظامی به روسیه داره مطرح می‌کنه که نقاط خط قرمز غرب رو رد کرده همین حوزه اساساً چه توافق امکان پذیر نیست با توجه به قانون راهبردی مجلس بحث اقدامات متقابله یعنی اینکه یک بندی شاید در یک دو حوزه مت... مثلا یک بخشی از تحریم در مقابل یک بخشی از اقدام شاید قابل تصور باشه ولی اینکه آقای گروسی یا هر کسی که در غرب میخواد که جمهوری اسلامی رو توافق برگردونه به حال به عنوان یه دیپلمات به عنوان یه کسی که اون مقام در واقع اون پوزیشن در اختیار داره باید اینو بخواد ولی اون چیزی که ما میبینیم به لحاظ عملی با ماهیت جمهوری اسلامی دیگه هیچ توافقی با غرب در واقع قابل حصول نیست که بتونه در واقع به طور کامل مثلا تحریم ها را عوض از طرف این موازه افراد و نوات های نزدیک به خامنه هم باز سر جای خودش باقیه برای مثال کیهان انتقاد کرده گفته تیف غربگرا از توافق مرده برجام درس نگرفتن و دنبال یک توافق دیگه هستن آیا با وجود چنین سایر نظرهای چنین موازه اصلا میشه به یک توافق دیگه در ایران فکر کرد به این دکتر همین جاست دیگه یعنی جمهوری اسلامی باید به شکل راهبردی از همه اون مسیرهایی که تقابل با غرب رو ساخت تخاصم رو ساخته با غرب دست برداره اگر اون رو برداشت شما میتونن توافق حرکت بکنی دیگه نمیشه مثل سال 2015 اوباما فکر میکرد که در یک حوزه توافق میکنه بعد کم کم اون تعمین میده به حوزه دیگه عملا چه چیزی میسر نبود چون اصلا در ذهن علی خامنه این نبود علی خامنی تاکتیکی اونجا عقب نشینی کرد که بتون در حوزه دیگه انجام بده اگر جمهوری اسلامی را راه مسیر رو عوض بکنه اگر دیگه بخواد تخاصم با قبل دست برداره اگر نخواد با جبهه مقاومت اصطلاح خودش اسرائیل و آمریکا رو تایید کنه اگر اینها رو بخواد انجام بده اون وقت میشه یه حکومت دیگری که میتونه در واقع با قبل تعامل بکنه با حفظ همین در واقع تمام موارد اختلاف تخاصم با غرب دیگه رسیدن به توافق دیگری امکان پذیر نیست به نظر من متشکرم علی حسینی قاضی اینجا در استودیو